ریاضی چیست علمی است فراگیر که به مطالعه اشکال کمیتها ترکیب و ترتیب و فضا میپردازد و اگر به طور آمیانه بگوییم علمی است که به مطالعه اعداد و ارقام و نحوه صحیح شمردن اعداد و کشف ارتباط بین آنها میپردازد دانشمندان ریاضی در عصرهای مختلف به دنبال کشف رازهای جهانی هستی و ارتباط پدیده ها با ریاضیات بودند. در ریاضی از شمردن و اندازهگیری و منطق با فلسفه زیاد استفاده می شود و می توان گفت ریاضی مادر علوم دیگر است. در هر جایی که فکر می کنید شما خواسته یا نخواسته از ریاضیات استفاده می کنید. حتی موقع آشپزی کردن شما از ریاضی استفاده می کنید برای تعیین مقدار مواد غذایی. ریاضی با وجود این که علم کاملی است در علوم دیگر هم کاربرد دارد و زبان مشترک تمام آنهاست. از فیزیک و فلسفه و کیمیا گرفته تا کیهانشناسی و ساخت فضاپیما همگی از ریاضی پیروی می کنند. در ساخت سوخت موشک، زمانبندی پرواز، تعیین محل دقیق فرود تعیین مختصات از ریاضیات پیشرفته بهره میگیرند به نام خداوند بخشنده مهربان شما را به نخستین برنامه از دوره جدید برنامه های مکتب تمدن خوش آمدید میگیم و در این برنامه البته در مبحث مربوط به ریاضی قرار است که ما و شما بخیر خیر ریاضی صنف دهم را بخوانیم که یکی از جمله مهمترین و اساسی ترین ریاضی هاست ها که در دوره مکتب شما میخوانین در بحث امروز ما و شما که اولین موضوعی درس ما و شما هست برمیگرده به پولینوم ها و افاده های الجبری که در حقیقت پولینوم ها یا افاده های الجبری اساس یا بگوییم تهدا به خود افاده ها را تشکیل میکنه یا مسائل مربوط به الجبر را تشکیل میکنه تقریبا بگوییم که خاصیت الف بار داره یعنی شما اگر پولینوم ها را خوب یاد داشته باشین بعدا میتونین در قسمت افاده های الجبری هر رقم مسائل که خواسته باشین حداقل آشنایی کامل داشته باشین بعد وقتی که خصوصیات افاده ها گفته میشه شما در این مباحث ابتدایی اونا را یاد میگیرین که مشکلی در این خصوصیات وجود نداشته باشه تا بعدا مثلا اگر حدود مشابه گفته میشه مثلا اگر پولینوم گفته میشه مثلا اگر ملتینوم گفته میشه مثلا اگر باینوم یا بینوم گفته میشه پس به این ترتیب ما و شما در این درس‌های خود این مسائل را به صورت درست باید بشناسیم تا اینکه مسائل مربوط به پولینوم ها بر ما شما واضح شد و بعدا امروی از اینها مشکل نداشته باشیم در مجموع موضوعاتی که در کتاب ریاضی سنف دهم برای بر شما آورده شده فصل اول که فصل فوق مهم و اساسی هست بس افاده های الجبری است که ما شما در ابتدا میخوانیم یا موضوعات جلسات اول درسی ما شما را تشکیل میکنم بعد به می ترتیب یک مبحث بسیار مهم که اساس میشه برای ریاضیات عالی که بحث رابطه و تابع هست باید اینا را بخوانیم و به اصطلاح در موردش بفهمیم که چگونه رابطه و تابع تشکیل میشه و در زندگی روزمره ما شما چه استفاده هایی داره به می ترتیب در خصوص مسائل مربوط به البته بحث های خود تابع که بعدا تابع لیمیت کار داره یا به اصطلاح بگیم بحث های مربوط به لیمیت همچنان بالای تابع وجود داره بحث های مربوط به مشتق بالای تابع هست انتگرال بالای تابع هست پس در اصل باید تابع را در فصل دوم که ما شما میخوانیم بعدا در روز زمان تلاش بکنیم که به صورت درست بشناسیم تا اینکه بعدا در درس های بعدی مشکل نداشته باشیم یک بحث فوق العاده که بازم در کتاب شما آورده شده تابع مثلثاتی هست در ریاضی های قبلی قبل از چاپ جدیدی که وزارت محترم معارف کتاب ها را چاپ کردن و به اصطلاح تدوین کردن قبل از این کتاب هایی که بود برای دوره مکتب ما یک مضمون جداگانه به نام مثلثات داشتیم که در اونجا بحث مربوط به آشنایی با مثلثات به ترتیب توابع مثلثاتی به صورت یک مضمون جداگانه خوانده میشد اما در کتاب های جدید این بحث های مربوط به مثلثات هم در کتاب ریاضی آمده یعنی کتاب جداگانه ما شما نداریم بحث های هم در خود کتاب ریاضی ما شما شامل است که یک قسمتی از این بحثا در ریاضی صنف نوم بود که ما شما قبلا خواندیم و یک قسمتی خیلی زیاد پر کاربرد و به ترتیب مسائل مهم دیگه ای که باقی مانده از موضوعات مثلثات در ریاضی صنف دهم است که ما شما در فصل سوم را میخوانیم بحث دیگه روی اعداد مختلط میخوانیم که فعلا به می اندازه میگیم ترکیب از اعداد موهومی و اعداد حقیقی را به نام اعداد مختلط یاد میکنه که بعدا در فصل چهارم بیشتر در مورد از اونها میخوانیم و یک بحث دیگه ای که مربوط به اندسه تحلیلی یا به اصطلاح مقاطع مخروطی هست که بحث فوق العاده رابطه بین شکل و همین ترتیب معادله و فرمول هست که بحث فصل بعدی ما و شما میشه یک فصل دیگه که در این کتاب شما آورده شده مختص به بحث احسایه هست که در تمام علوم یعنی هم در بحث های مربوط و علوم مثل فیزیک و همین ترتیب در خود ریاضیات و همین ترتیب در مسائل تکنیکی بر علاوه از اینا در علوم اجتماعی هم احسایه بسیار زیاد جایگاه داره که بعدا ما شما در زمانش در فصل مورد نظر که آورده شده مطالعه میکنیم و در آخر یک بحث مهم دیگه که عبارت از منطق ریاضی هست که در حقیقت بگیم یکی از جمله باثبات ترین منطق هایی که در دنیا وجود داره منطق ریاضی هست چرا باثبات ترین گفتیم به خاطر که یک مبنای درست داره مبنای منطق ریاضی بر اساس اعداد و بر اساس ارقام به اصطلاح تشکیل میشه یا بگیم شکل میگیره بنان منطق ریاضی قابل نقص نیست و شاید در مسائل دیگه منطقایی که وجود داره در مثلا بعض مسائل شاید در بعض جایا باز مطابقت نکنه اما منطق ریاضی یکی از استوارترین منطق هایی است که ما و شما در جهان خود داریم اینا موضوعات بود که در کتاب ریاضی صنف دهم آورده شده و هر کدام از این موضوعات را که ما و شما ببینیم موضوعات فوق العاده دلچسب و فوق ارزنده هستند که ما و شما هر کدام از اینا را به ترتیب مطالعه میکنیم و میخوانیم اما موضوع اول امروز ما و شما و موضوع فصل اول ما و شما افاده های الجبری هست که میبینیم چگونه هستند فصل اول با موضوع پولینوم یا به اصطلاح البته لاتینیش پولینومیال آغاز میشه که خود پولی به معنای چندین هست و نوم هم به معنای حد هست یعنی ما و شما باز بعدا میخوانیم که خود حد چی رو میگه یا در تشکیل یک افاده الجبری حد چی هست و یا چی قسمتی از یک افاده الجبری را به نام حد یاد میکنه که بعدا میخوانیم شه و این سلاح که قبلا بر شما گفتم به نام پولینومیال یاد میشه که موضوع مهم هست و در حقیقت بگوییم من حیث یا بگویم جایگاه البته خود امی پولینوم ها و افاده های الجبری مثل الفبای هست که بعدا ما شما توسط تعلیف با مثلا کلمه میسازیم بعد باز جمله میسازیم بعد باز پاراگراف میسازیم در اینجا هم اول باید افاده های الجبری رو بشناسیم بعد از او باز مسائل مختلف که وجود داره در حقیقت بالای افاده های الجبری تطبیق میشن که در این یک نمونه بر شما دادم مثلا در این جگ افاده را گفته با یک افاده دیگه در حالت جمع هست که خیلی شکل گرافیک و مقبول کار شده بعد حاصل جمع افاده را دریافت کرده و شکل دیگه را که میبینیم شکل یک پازل هست که اگر شما دیده باشین مثلا رنگ های از میشه گدوت شده باشه بعد شما چطور میتونید رنگ ها را با همدیگر ترکیب بکنین پس در اولی بر طبعا هم نیاز به فکر کردن کار داره و نیاز به جا به کار داره که در قسمت پولینوم ها وقتی ما شما عملیات مختلف را انجام میتیم در حقیقت یک مشکل را یا بگیم در حقیقت یک مثلا مسئله را ما شما حل میکنیم که در اینجا مو مسئله را به شکل یک پازل بر شما آورده و اما مبحث اول درسی ما شما افاده های الجبری است یا اصطلاح انگلیسیش که الجبریک اکسپریشنز که میشه افاده های الجبری افاده خودش چی معنا میده افاده خودش جمله معنا میده یعنی تقریبا بگیم چند کلمه‌ای که در کنار همدیگر یک معنا را بر ما شما ارائه بکنه از لحاظ ادبیات ما شما او را افاده میگیم پس در این مبحث در حقیقت ما شما با جملات الجبری آشنا میشیم با این جملات که آشنا شویم بعدا چی استفاده میتونیم ازش داشته باشیم بعدا میفهمیم که این جمله برای ما و شما کدام مفهوم را میرسانه بعدا میفهمیم که این جمله چطور میتونه تغییر بکنه ای جمله چطور میتونه عملیات اساسی را داشته باشه این جمله چطور میشه از یک شکل به شکل دیگه به اساس مطابقت ها یا تجزیه ها یا مسائل دیگه که بعدا ما شما میخوانیم و اصطلاح تبدیل شوند که در حقیقت اگر ما شما افاده را نشناسیم بعد از او در هر جایی از ریاضی که از حروف استفاده شد در حقیقت تمام ریاضی در به اصطلاح حساب حروف استوار هست یعنی اگر حروف نباشد ما شما بعدات مسائلی که وجود را حل کردن نمیتونیم و تقریبا بگیم در مسائل خیلی ساده و مشکل برمیخوریم پس در استفاده از حروف در حقیقت ما و شما بحث مربوط به افاده های الجبری را به اصطلاح داریم که افاده های الجبری بر ما و شما در حقیقت امو جملات الجبری است که آشنایی با این جملات خیلی زیاد میتونه در آینده بر ما کمک بکنه تا اینکه ما مشکل در قسمت شناسایی افاده ها نداشته باشیم در قسمت تغییراتی که روش آورده میشه در جاهایی که استفاده میشه مفاهیم میشه بتانیم به درستی و به سهولت بفهمیم این خیلی مهم است برای ما و شما در آینده یک سوال از ما و شما پرسیده و سوال بسیار خوب است گفته آیا می توانید بگویید که افاده های الجبری x به توان 4 منفی 1 بر x مربع و اینجا جذر y مربع مثبت 1 به همین ترتیب افاده بعدی را که برای شما داده x مکعب مثبت y بر x مربع جمع y مربع بر x جمع y مکعب گفته کدام یک افاده الجبری ناطق و کدام یک غیر ناطق می باشد در حقیقت دیت سوال هایی را که در عنوان از ما و شما پرسان میکنه ربط میگیره با موضوع خود درس ما و شما که شناختن افاده ناطق و افاده غیر ناطق هست طبعا افاده ناطق ما و شما افاده را میگیم که به صورت کسری ارائه شده باشه که موضوع درس ما و شما درس های بعدی ما و شما هست که در بارش بیشتر میخوانیم و افاده غیر ناطق به افاده گفته میشه که تحت جزر ارائه شده باشه پس افاده اولی و ناطق هستن و افاده که در وسط جزر وای مربع مثبت یک هست افاده غیر ناطق هست که به این ترتیب بر ما شما اینجا شکل دو تا قلف و یک کلید را بر ما شما آورده که در حقیقت گفته فانکشنز یا به اصطلاح توابع و به می ترتیب کوشنز یا معادلات و در اینجا بر ما شما پولینومیالز را گفته یعنی شما اگر بتانین پولینوم یلس را یا پولینوم ها را خوب یاد بگیرین بعد در قسمت معادلات و در قسمت توابع هیچ مشکلی نمی داشته باشین به خاطر که اساس معادلات و اساس توابع از پولینوم گرفته میشه و اگر شما پولینوم را درست نشناسین پس در قسمت معادلات هم به مشکل برمیخورین و در قسمت توابع که طبعا به اساس پولینومی که ما شما خواندیم بعد توابع هم دستبندی میشه خصوصیات توابع مطالعه میشه و مسائل زیادی که در توابع وجود دارن در اول بر ما شما آمده از امو مسائل خیلی مهم و اساسی که وجود داره شروع کرده مثلا گفته متحول و ثابت متحول چی است و ثابت چی است که انگلیسیش میشه وریبل کانستنت. وریبلش میشه تحول پذیر تغییر پذیر که معناش ما شما متحول میگیم و کانستنت هم به معنای ثابت است اگر به صورت ساده در نظر بگیریم متحول به اصطلاح میتونه قیمت های مختلف را به خودش بگیره و اما ثابت خصوصیت را نداره وقتی مثلا یک عدد را ما شما داشته باشیم عدد 4 باشه دیگه او عدد نه سه شده میتونه نه پنج شده میتونه و نه هم از چهار تغییر کرده میتونه اما این خصوصیت در متحول وجود داره که اگر شما یک جای متحول داشته باشین بعد میشه بعض وقتا در یک محدوده تعریف شه بعض وقتا میشه اصلا در یک محدوده تعریف نشه متحول بتونه تمام قیمت های مورد نظر را به خودش بگیرد که ای که در یک محدوده تعریف میشه و در یک محدوده تعریف نمیشه بعضی خصوصیات ما و شما وقتی درس خوانده میریم یاد میگیریم بعضی خصوصیات را باز نظر به شرایط سوال بر ما و شما تعریف میشه که ای مسائل در بعدن بر ما شما مشخص میشه متحول گفته یک سمبول است که به جای هر عنصر یک ست خالی وضع میشود. شود البته یک ست غیر خالی وضع می شود. یعنی ما شما یک ست داشته باشیم که خالی نباشه یک ست به اصطلاح دارای عناصر باشد پس هر انصر را که شما در اونجا در نظر بگیرین میتونم او یک متحول باشه فرضاً شما فرض کنین یک اتاق خالی داشته باشین بعد داخل از این اتاق شما هر چیزی را خواسته باشین میتونین بگذارین مثلا میشه داخل اتاق را فرضاً مهمان خانه بسازین بعد وسایل مثل میز و و اینا را بگذارین یا میشه داخل اتاق رنبار در نظر بگیرین هر چیزی که خواسته باشین در اتاق داخل اتاق میتونین بگذارین اما بعضی وقتا میشه یک محدودیت هم وجود داشته باشه فرزند شما یک وقتی یک اتاق را برای خصوصیات در نظر میگیرین باز وسایل بسیار کلان را میشه اصلا ما شما در اتاق جای به جای نتانیم یعنی اتاق به اون اندازه نباشه که فرزند ما شما یک وسیله کلان را در اونجا بگذاریم یا میشه اصلا از دروازه اتاق یک وسیله با اصطلاح داخل اتاق شده نتونه پس یک محدودیت از خودش بینان در قسمت متحول بعض وقتا میشه محدودیت وجود داشته باشه ولی بعض وقتا این رقم محدودیت میشه وجود نداشته باشه مثل مثلا شما فرض کنیم یک اتاق داشته باشین بعد اگر می تخته به شکل مکعبی باشه یعنی و با اصطلاح 4 در 4 مثل یک باکس باشه طول و عرضش نسبت به دروازه بزرگتر باشه تا این رقم یک تخته رو ما شما در داخل اتاق باز برده نمیتونیم پس یک محدودیت وجود دارد اما در بسیاری مسائل میشه محدودیت وجود نداشته باشه مثلا ما شما میتونیم داخل اتاق تلویزیون به ترتیب کامپیوتر به ترتیب کتاب و قلم و هر وسیله دیگه خواسته باشیم میتونیم جای به جای بکنیم پس به ای ترتیب بر ما شما یک تعریفی که در اول گفته بود یک ست غیر خالی میتونه هر عنصری که داشته باشه او را ما شما میتونیم من حیث متحول در نظر بگیریم یعنی میتونه هر قیمت را به خودش بگیرد. یا یک حرفی است که نشان دهنده قیمت های متغیر می باشد طور مثال در اینجا بر ما شما تعریف کرده گفته اگر ای مساوی به A مساوی به ست x باشد به همین ترتیب x چه خصوصیت داشته باشد؟ طوری که x شامل و اصطلاح اعداد طبیعی باشد این سمبول حتما از ریاضی های قبلی یاد مانده که اعداد طبیعی رو برای شما نشان میداد و از یک شروع میشه به همین ترتیب دوام پیدا میکنه و در اینجا قیمت x را گفته کوچک و مساوی از چند باشد از ده باشد یعنی ما و شما اعداد طبیعی میتونیم در این ست داشته باشیم تاوری که قیمتش از ده کوچکتر باشه میتونه خود ده هم باشد پس به با این ترتیب این رقم میشه متحول بعض وقتا بر ما شما تعریف شوه بعض وقتا میشه متحول هر قیمت که ما خواسته باشیم اونا را برش در نظر بگیریم و به این ترتیب در خصوص ثابت هم که قبلا تشریح کردم که ثابت عبارت از به اصطلاح عدد می باشد که در اون ما شما تغییر آورده نمیتونه مثل مثلا اگر ما شما عدد 4 داشته باشیم عدد 4 اگر 5 بخوانیم هم اشتباه هست اگر 4 و پنج در نظر بگیریم هم اشتباه است و یا اگر سه در نظر بگیریم هم اشتباه است ولی یک حرف اگر داشته باشیم مثل x یا y یا z در اون صورت ما شما میتونیم هر عدد را به جای x یا به جای y یا به جای z در نظر بگیریم پس استفاده از حروف کار ما شما را در ریاضی آسان می در ابتدا شاید بر شما معلوم شود که کار ما شما رو در ریاضی مشکل می اما در اصل استفاده از حروف کار ما شما رو در ریاضی آسان تر می محاسبات شما آسان می و به می ترتیب در قسمت سوالات هم برای ما شما با استفاده از حروف آسان یا بگیم به سهولت میتونیم جواب خود دریافت بکنیم به این ترتیب موضوعاتی که در این درس در نظر گرفته بودیم با می مسائلی که خواندیم به پایان می درس بعدی ما شما الجبری خودش هست که چی خصوصیت را می داشته باشه و تا درس بعدی از مضمون ریاضی صنف دهم هم همه شما را به خداوند بزرگ مسپارم موفق باشید